حالا یکی سوالایی هم که بچه دارن اینه که خیلی پرسیدن که اگه سابقه کمی داشته باشیم، ولی خب سید چون که تو حالا توی مثلا ایار هم این هم کار کرده باشی، امکانش هست توی شرکتی که مثلا تخصصش توی حوزه ایار جذب بشه با اون سابقه کمی که داره؟ این سوال خوبیه. ببینید، من خودم با سابقه خیلی کمی اومدم و سر همین عدد سال سابقه خیلی اذیت شدم. چرا؟ چون رزومه‌مو نگاه میکردم میگفتن شما مثلا، الان دقیقا یادم نیست چه عددی نوشته بودم، میگفتن انقدر عدد داری، مثلا 5 سال سابقه کار داری ولی کمه، ما 6 میخوان. بعد این آمار خیلی زیاد بود، مثلا شاید 20 تا شرکت 30 تا شرکت این جمله رو عیناً برای من تکرار کردن، که این عدد خیلی متاسفانه بولد بود. با اینکه مثلا من میتونستم بهشون ثابت کنم که تواناییهایی دارم که به دردتون میخوره، ولی خب عددی که میدیدن بدون ماشینی به ریجکت هم میکردن. خب الان این راههایی داره که مثلا بشه اینو برطرفش کرد، ولی خب تاثیر داره، نمیشه گفت تاثیر نداره. اما اینکه میگی روی نکته مثلا خاصی مثل AR یا مثلا ماشین لرنینگ یا چیزای این شکلی تاکید داشته باشین، اگر بتونید کار رو نشون بدید که گیت هاب، لینکدین یا کنفرانس ها اینا میتونه نشون بده داشته باشید، خب اوضاع خیلی متفاوته، اصلا شاید برعکس بشه ماجرا، اونا بیان سراغ شما به جای که شما بخواید برید سراغ اونا، که خب فکر میکنم ایدئال هم باشه دیگه، و اون عدد سال تجربه رو ممکنه اصلا حتی حذف کنه. بعد این سابقه کار بر اساس بیمه رد شده تو ایران محاسبه میشه، اینکه نه اصلا مدلش فرق میکنه، خودت باید بگی که من اینجا چند مدت کار کردم یا بر اساس رزومه است؟ این هم باز دو تا زاویه داره، یکی که برای خود شرکت اون چیزی که شما میگین و بهتون اعتماد میکنن، البته که برای این اعتماد باید پاسخگو باشید، یعنی مثلا رزومه شما باید پرمحتوا باشه. اگر آقایی که مثلا 10 سال کار کرده، باید بتونه اندازه 10 سال پشتیبانی کنه این خودشو و حرف برای گفتن داشته باشه. اما خب برای ویزای آلمان یه برهه نیاز بود که شما سابقه کاریتون رو بفرستید بهشون و نشونشون بدید. خب خیلی ها اگه حالا برن گروه های آلمانی رو نگاه کنن، میرفتن سابقه بیمه میگرفتن، که خب سرراست‌ترین و راحت‌ترین روشش بود. ولی من رفتم از 2 تا شرکت قبلی که حالا 3 تا بود، یکیشو دسترسی نداشتم، از 2 تا شرکت قبلی نامه معرفی گرفتم و برای ویزا اقدام کردم. این فکر میکنم باز فکر میکنم محدودیت مربوط به فقط آلمان باشه، که حالا راه های مختلفی داره حل کردنش که شرکتی که باهاتون قرارداد می‌بنده پیشنهاد میده. من این مسیر رو رفتم. ممنون، مرسی. حالا از کیوان هم می‌پرسیم، کیوان جان اونجا سابقه کم میتونه جاب آفر بگیره؟ خیلی به سابقه نیست، گفتم کسانی بودن که حتی فارغ التحصیل شدن و تو تیم ما مشغول به کار هستن، خیلی فیلد کاری اینا مهم هستش. از نظر ویزا محدودیتی نیست، واقعیتا سابقه کار تأثیری در ویزای شما نداره، میگم مگه اینکه مدرک مرتبط نداشته باشید و بخواید از طریق اون 10 سال سابقه کار وارد کشور بشید. آرش جان، برای شما هم جوریه؟ یعنی مثل شرکت سیدینات یا آلمان جوری این مدلی سابقه کار مهمه، نه میتونه شانسی داشته باشه برای گرفتن جاب آفر؟ از من که کسی سابقه کار نخواست اصلا، یعنی در واقع سابقه کار همون مثل حرفی که سید زد، همون چیزی بود که خودم گفتم، همون چیزی بود که تو رزومه من بود و کسی ازم مدرک چیزی نخواست برای آوردنش. شا فکر میکنم شرکت هایی باشن که از شما بخوان که آقا اگر شما کار کردی، شرکت ها نه ویزا، این الزام برای گرفتن ویزا نیست، خود شرکت میگه کار کردی برای من مدرکشو بفرست ببینم، مثلا حالا حرفی که سید زد تاییدیهشو بیار برام. برای کسی که تازه وارد یک حوزه شده باشه بخواد تو اون حوزه کار بگیری، یه مقدار سخته به نظر من، چون شرکت های بزرگ سابقه کار میخوان، شرکت های کوچیک هم الزاما همشون اصلا ویزا اسپانسرشیپ ندارن که بتونن شما رو بیارن، یعنی شاید نتونن بیارنتون سوئد حالا یا تو اون کشور. و یه چیزی هم که گفتم حالا توی صحبتم به نظرم ممکنه کار رو سخت بکنه اینه که اینو در نظر بگیرید که خیلی از شرکت ها برای تایتل کاری مشخص معمولا کلی اپلیکیشن میگیرن و شما رو دارن با آدم های دیگه مقایسه میکنن. حالا شرکت های کوچیک به اون اندازه اپلیکیشن نمیگیرن، ولی به هر حال یه چند نفری شاید براشون اپلای کرده باشن. اونجاست که کسی که داره رزومه شما رو میخونه دیگه شما رو مقایسه میکنه با بقیه و ممکن شانستون کمتر بشه، غیر ممکن نیست ولی
سخته. سخته کمی. بعد سوالی هم که خیلی پرسیدن که فرآیند استخدام شرکت کوچیک و شرکت بزرگ خیلی فرق داره، یعنی که نه اصلا اینجوری نیست. فرایند استخدام آخه یک سوال کلیه، کدوم بخشش؟ ولی این فکر کنم یه شرکتی مثل اسپاتیفای، خب این حالا پروسه که جذب نیرو که داره یا حالا برنامه‌ریزی که جذب میکنه با یه شرکت دیگه که حالا متوسط باشه یا حالا تقریبا متوسط به بالا باشه، این فرآیندشون فرق میکنه یا اینکه نه کلا اینا کلا یه روال مشخصی دارن و برای جذب نیرو از اون روال استفاده میکنن؟ جذب نیرو یک روال قانونی داره. شما باید حالا اگر داخل سوئد زندگی میکنید به یه شکل ویزا دارید ندارید، بعد بیرون باید بیارنتون یا اصلا اقامت دارید هر چی بهش، این یه روال قانونی داره، اصلا ربطی به شرکت نداره. ولی اینکه وارد شرکت چجوری بشید و چه اتفاقایی براتون بیفته طبیعتا خیلی متفاوته بین شرکت تا شرکت، چون اصلا برای یه سری شرکت ها ممکنه یه سری کارا بوروکراسی اداری باشه، اصلا نیازی ندارن همه میخوان برای شما کار کنن، برای سری شرکت هم الزام داشته باشه که شما رو بتونن به یه شکلی مشخص. مثلا ما همین الان تو دوره کرونا که خب خیلی سخت شد استخدام کردن و نیرو آوردن، اصلا کلا پروسه استخدام ریخ با هم، یه چیز دیگه شد. مثلا یه سری ها شما باید بگیرید چند ماه توی کشور خودشون بهشون نگهشون دارید، بهشون آموزش های لازم بدید، بعد بیاریدشون اینجا. قبلا این شکلی نبود، می آوردن سوئد همینجا همین کارا رو میکردن، عوض میکنه بازی رو. کیوان جان تو ژاپن هم همینجوریه یعنی که نه مدلشون فهم میکنم؟ خیلی من در جریان استخدام شرکت های کوچیک نیستم، تقریبا فکر کنم افروش یکسانی دارن همه، بی نکنم هیچ تفاوتی. ولی شاید بین دو تا دسته شرکت ها هستن که تو ژاپن مختلفن، شرکت های بانکینگ و فینتک هستن، واسه حالا به طور خاص بانک ها و شرکت های فینتکی یکم متفاوته، اون راند های مصاحبه بیشتره، تعداد مصاحبه بیشتره، زمان بیشتره، یه سری حساسیت های خاص دارن. ولی به طور خاص دیگه حالا باقی شرکت ها تقریبا یک پروسه یکسانی دارن، یه تعداد مصاحبه های یکسانی و دنبال یک چیزهای خاص میگردن در کاندیدا ها. سه جان توی آلمان هم جوریه؟ این پروسه ها یکی یا فرق میکنه کنه اتفاقات؟ به این راجب این پروسه ها قبلا هم صحبت کردیم. من فکر کنم پروسه ها کلا به دو دسته تقسیم میشن، حالا بچه ها احتمالا بتونن تا حدودی تاییدش کنن. شرکت های خیلی بزرگ مثل فنگ، گوگل، فیسبوک اینا، و شرکت هایی که حالا متوسط یا کوچیکن. ولی در کل هر شرکتی برای خودش روند استخدامش رو تعیین میکنه به اضافه قوانینی که اون کشور ایجاب میکنه. مثلا توی آلمان یه قانونی دارن، آخ پرید از ذهنم، یه قانونی دارن که روند استخدام شما شامل 6 ماه آزمایشی میشه. این دلیل داره که این 6 ماه، حالا نمیدونم این جزء مصاحبه میگنجه یا نه، ولی مثلا کشورهای دیگه ممکنه اینو نداشته باشن. اما من برمیگردم به همون دو تا دستبندی، این دو تا دستبندی خیلی تعیین میکنه که چجوری شما باید برای مصاحبه خودتون آماده کنید، که البته سرچ کنید تو اینترنت هم فراوون راجبش اطلاعات وجود داره. شرکت ما راجب خودش راجب همین شرکت صحبت کنم، یه تسک تکنیکال دادن و یه مصاحبه تکنیکال و یه مصاحبه فرهنگی حالا کالچرال داره که تقریبا عادیه، معمول بین شرکت های متوسط حالا رو به بزرگ یا حتی رو به پایین. اما شرکت های بزرگ که گفتم فیسبوک و گوگل و اینا کلن روند یه ذره متفاوته، اصلا تسک معمولا نمیدن و با سوال های الگوریتمی پیش میرن. سید بالا یه سوالی هم که هستش این که زبانه کراس پلتفرم بهترن یا نیتیو، مثلا ریاکت، فلاتر یا نه خب نیتیو، کدوم بهتره اونجا الان توی آلمان، کدومش بازارش بهتره، یعنی ترنده و بیشتر نیرو جذب میکنن؟ بهتر نمیتونم بگم اینکه لزوما حالا کدومش بهتر از اون یکیه، وارد جنگ ما رو نکن خواهشم، ولی اینکه بازارش داره حقیقتا، چون من خودم فیلتر میکنم حالا موقعیت شغلی رو میخوام نگاه کنم، فیلتر میکنم روی اندروید دیولپر، کراس پلتفرم رو برام نمیاره. اما میدونم داریم، فلاتر داره و ریاکت نیتیو هم طرفدار داره اینجا، اما نمیتونم درصد بگم که چقدر بیشتر. کیوان تو چی تو ژاپن هم اونجا اصلا بحث این کراس پلتفرم ها مطرح هستش؟ جذب نیروشون چه شکلیه؟
تا اونجایی که میدونم تو شرکت ما اکثر نیتیو هستن، ولی در کل همونطور که سید گفت، حالا ریاکت نیتیو، فلاتر و دیگر پلتفرم هم استفاده میشه، ولی من چون نگاه نکردم اطلاعات دقیقی ندارم. آرشان شما چی نظری دارین؟ اینجا فکر کنم شرکت های کوچیکتر معمولا کراس پلتفرم کار میکنن، برای اینکه براشون میصرفه که با یک تکنولوژی چند تا چیزو بیارن بالا. شرکت های بزرگ تقریبا به شکل یک طرفه نیتیو کار میکنن، زبون نیتیو همون بالا، آی او اس نیتیو، اندروید نیتیو، و بستگی داره که چه جور کاری بخواید پیدا بکنید. استارتاپ ها خیلی هاشون کراس پلتفرم کار میکنن، حالا کاتلین که جدیدن چند تا پلتفرم میتونه ساپورت بکنه، فلاتر همچنین که بچه ها گفتن، بستگی داره. من یه چیز خیلی کوچیکی اضافه کنم، ببخشید میپرم. همین الان توی لینکدین من یه سرچ زدم، فلاتر برلین 67 تا ریزالت آورد که من فهم میکنم بد نباشه حداقل تعدادش. چون که آخه یکی یه سری سواله که بچه اصلا خب الان چون که گوگل هم داره رو فلاتر مانوف میده و خیلی دارن فلاتر کار میکنن، میخوان نگاهشون رو ببینن که آیا مثلا توی اروپا نگاهی به فلاتر دارن یا اینکه نه بیشتر رو نیتیو، حالا مثلا یا کاتلین یا جاوا. این خب برای خیلی سوال بود، الان خیلی الان خیلی دارن مثلا روی جفتش هم دارن کار میکنن، ولی خب هنوزم مطمئن نیستن که کدومشو بیشتر ادامه بدن. من به نظرم شما فارغ از پلتفرم میتونید تقریبا توی هر کشوری تو اروپا یا کانادا و استرالیا کار پیدا بکنید. شو مهم اینه که یعنی برای همه این پلتفرم ها نیازمندی هست که وجود دارن، یه دلیلی هست که مثلا داره استفاده میشه. شما در شما رو هر کدومش سرمایه گذاری بکنید، اگه هدفتون یه کشور خاصه اون ممکنه فرق بکنه. مثلا بگید آقا حالا مثلا اورسیت، شاید بگید آقا مثلا تو آلمان شاید تمرکز کراس پلتفرم خوب زیاد باشه، من اگه کراس پلتفرم تمرکز بکنم هم برنامه‌نویس خوب میشم هم میتونم برم آلمان، یا مثلا تو مثلا نروژ کمه، در نتیجه میام روی زبونی که تو مثلا تو لینکدین میگردم ببینم چه مدل برنامه‌نویس استفاده میکنم. ولی اگه فقط هدف مهاجرته، قطعا با هر کدوم از این پلتفرم ها شما میتونید از ایران برید، چون کار هست براشون. مگه اینکه مثلا نگاه کنم اسکیل شرکت بزرگ باشه کوچیک باشه. آره دقیقا متغیرهای اینطور داشته. آقا یه سوالی هم که پرسیدن بیشتر راجع به مالیاته، خب این بحث حقوق و مالیات اینا اصلا خیلی سوال پرسیدن، آقا اصلا تهش چقدر براشون میمونه، درصد بالای مالیات میبره، اینا اصلا میشه با اون هزینه اونجا زندگی کرد و هزینه که اونجا دارن به چه شکله؟ من شروع میکنم. آقا چون مالیات دیگه کشورهای نوردیک معمولا پروردگار مالیات زیادن اینا. سوئد سوئد که مالیاتش 33% از حقوقتون رو حدودا مالیات میدید، تازه اگر مالیات اینجا پلکانیه، از این بیشتر هم میشه حقوق زیاد باشه، تا 65% حقوقتون رو ممکنه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم صاحب شرکت اینجا 65% حقوقش مالیات داده میشه، ولی خب انقدر حقوقش زیاده که 65% هم بده بازم رقم خوب براش میده. هزینه درمان و بیمه چی؟ خیلی میگم اونجا هزینه‌هاشون خیلی گرونه. اول اینا همه چی کشور به کشور طبیعتاً فرق داره، قطعا رقم درآمد اینقدر خوب هست که آدم بتونه زندگی بکنه. برنامه نویسا کلا به نظر من تو کل دنیا قشر متوسط رو به بالا، چه تو ایران چه تو خارج از ایران. هیچ وقت تو ایران شما با برنامه نویسی یا خارج از ایران با برنامه نویسی محض پولدار نمیشید، ولی خب زندگیتون بالاخره میگذره دیگه. اینجا هم همونطوریه. سوئد، آره من خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم، مالیات زیادی داره، خدمات درمانیش رایگانه، خدمات تحصیلیش رایگانه، یعنی شما خانوادتون پول درمان نباید بدید یا رقمش خیلی کمه، بچهتون مدرسه باید رایگان بره و مالیاتتون صرف مثلا به اصطلاح خدمات اجتماعی و اینها میشه که خدمات اجتماعی خیلی خوبی داره. اما اگر دنبال این هستید که آخر ماه نهایتش چقدر پول نقد توی حسابم میمونه، شاید مثلا کشورهای نوردیک جایی که میخواید بیاید نباشه، چون اینجا تهش رقمی که برات، یعنی تو آمریکا خب طبیعتا خیلی بیشتر دستتون میمونه. فکر کنم حتی صدای من داری؟ کانادا و استرالیا. صدای من داری؟ آره آره. یه لحظه صبر کن، اینترنت من خوب نیست، درست نمیتونم استریم کنم. خب شاید حدود 30 ثانیه از حرفاتون بچه ها بچه ها خب من
برمیگردم. خب خلاصه از سوئد دوباره یه بار دیگه میگم، این که کشوری که مالیاتش خیلی زیاده، 33% مالیات میدید اینجا، ولی خدمات درمانی، خدمات تحصیل و خدمات مثلا اسمش چیه، اگه کارتون از دست بدید دولت موظفه براتون کار پیدا بکنه و حقوق بیکاری خوب بده و اینها، اما در نهایت آخر ماه رقمی که ته حسابتون میمونه شاید مثل آمریکا یا مثل کشورهای دیگه دنیا نباشه. پول بیشتری به دولت میدید در ازای خدماتی که میگیرید برخلاف شاید یه سری کشورهای دیگه. سید تو هم چیز نکته داری چیزی اضافه بکنی، یعنی که نه روال آلمان متفاوت با این چیزی که آرش گفت؟ نه خیلی نزدیکن دیگه، کشورهای اروپایی خیلی نزدیکن، ولی خب عددهای یه ذره متفاوته. مثلا فکر میکنم بیشترین مقدار اگر اشتباه نکنم 55% مالیات منهای هزین تو آلمان، البته آلمان که دارم میگم برلین، چون استیت با استیت هم باز فرق میکنه، یعنی ممکنه شما یه ایالت دیگه برید یه ذره قوانینش متفاوت باشه، اما توی آلمان و توی برلین مخصوصا فکر میکنم حتی اکثرش 55% باشه و پلکانی هم هست، اما این 55% خارج از هزینه ای که شما ماهانه باید بابت بیمه بدید، که اونم خب سیستمیه، یعنی کلا هم مالیات و هم بیمه رو همزمان با هم دیگه کم میکنن از حساب شما. و خلاصه شو بخوایم نگاه کنیم، الان از من دارن حدودا جفتشو با هم فکر میکنم 45% کم میکنن اگر اشتباه نکنم، و البته این چیزیه که خیلی جاهای دیگه این خدماتی گفت خیلی مهمه، چون خیلی خدمات متنوع دارن برای آدمای مختلف، خدمات مختلف مثلا برای متأهلا یه خدمات دارن. بعد آها این نکته خیلی باز مهمه، آدم متأهل مجرد و بچه دار مالیاتشون با هم دیگه فرق میکنه، حتی تعداد بچه‌ها روی مالیات اینجا تاثیر میذاره، کم و زیاد میشه، باز برای هر استیتی هم متفاوت. آها با توی آلمان دو نوع بیمه هم دارن، خصوصی دارن، بیمه عمومی دارن مثل تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی ایران، که خب من با توجه به توصیه همه دوستان منم عمومیشو رفتم، زیاد راجع به خصوصیش نمیدونم، فقط میدونم خیلی گرونه و بیمه وحشتناک قیمت های بیمه های خصوصیش. خب مرسی سید جان. کیوان جان تو بگو از مالیات و از بحث درمانی و هزینه بیمه و اینجور چیزایی که توی ژاپن داری اونجا چه شکلیه؟ من فکر کنم وضعم نسبت به بچه ها یکم بهتر باشه. در کل از حقوق من الان فکر کنم 33% بودن کم میکنن. پلکانیه باز همونطور که بچه ها اشاره کردن تقریبا از 23-24% شروع میشه تا حالا میره بالا که ما اون بالاهاشو ندیدیم. بیمه ای که کم میشه، حالا مالیاتی که کم میشه 4 بخش داره: بیمه درمانی هستش، بازنشستگی هستش، مالیات بر درآمد و مالیات اقامت، که شما سال اول مالیات اقامت نمی پردازید، یه مقدار ثابت هستش و از سالهای دیگه درصدی از حقوق به مالیات اقامت اختصاص داره. یه سری تفاوت کوچیک داره. بیمه درمانی به عنوان مثال شما فقط 33% اون مبلغ رو می پردازید، باقیش رو دولت کاور میکنه. پنشن یا همون بازنشستگی و وقتی که از کشور خارج بشید میتونید درخواست بدید و پس بگیرید. و در نهایت چیزهایی که روی مالیات تاثیر داره تا اونجایی که من دیدم 2 چیز هستش: قسط وام مسکن هستش که از مالیاتتون کم میشه، و بیمه سلامت هستش که اگه خودتون آپگرید کنید بیمه سلامت بهتری بگیرید اون هم از مالیاتتون کم میشه و حالا یه مبلغ مالیات کمتری میتونید پرداخت کنید. فکر کنم کافی باشه، خوب توضیح هم دادیم، بچه هم خوب توضیح دادن. یکی سوالاتی که اسد جان ببخشید بازم، این پنشنی که اشاره کرد خیلی نکته خوبیه، من نمیدونم تو سوالامون هست یا نه. این حق بازنشستگی هم اینجا هم وجود داره، یه بخشیش از مالیات کم میشه و بخش اصلیشو شما باید پرداخت کنید، ولی خیلی دوره. تو آلمان 67 سالگی فکر میکنم شما بازنشست میشید، تقریبا خودشون به خودشون میگن ما دیگه مردیم، البته اوریج زندگیشون خیلی بالاست، ولی خب خیلی دوره. اگر برگردید از کشور خارج بشید بهتون پرداخت میشه. یه نکته هم باز من یادم رفت بگم، اینکه اینجا هم هزینه های درمان تقریبا خب رایگانه، تقریبا میگم 90% دیگه، مثلا چیزای زیبایی و اینا خب باید خودتون هزینه کنید، ولی روال عادیش معمولا رایگان. اوکی مرسی سید، باعث توضیح اضافه و کامل. یکی از سوالایی که حالا بچه‌ها پرسیدن اینه که هنوزم اصلا نیروی جاوا جذب می‌کنن یا نه سید، مثلا توی آلمان اینجوری هستش یا اصلا، چون که اروپا رو معمولا با جاوا بیشتر می‌شناسن، میگن که اروپا که اصلا دیگه جاوا زبان اولشه،
آیا اصلا این حقیقت داره یعنی که نه اصلا زبان دیگه مثل کاتلین که حالا جدیدن اومده یا فلاتر؟ اینا راجع به فلاتر اینا بحث کردیم، تقریبا همون جواب رو میشه اینجا هم داد، با این تفاوت که خب جاوا رو وقتی میگیم جاوا به بکندی هم اشاره میشه دیگه. آره خیلی از بکندای آلمان میتونم بگم به جرئت اکثرش جاوا و پی اچ پی، حتی خیلی پی اچ پی اینجا هست و نیاز دارن نیروی پی اچ پی کار، و حتی برای اندرویدی ها هم هستش، موقعیت کاری جاوای زیادی وجود داره، به طوری که مثلا کاتلین بلد باشید بونس حساب میشه، یعنی پوان من مثبتی داره براتون. اما این نیست که بگید اگه فقط باید حتما کاتلین بلد باشید. اوکی آرش، شما هنوز جاوا و سی و حالا گو اونجور چیزه اون زبانهایی که قبلا گفتید کار میکنید، یعنی که نه شما سویش کردین روی زبانه جدید مثل کاتلین هم مثلا آوردین و کار میکنید روش یا نمیکنید؟ ما برای اندروید زبونی که بلد باشید یا جاوا یا کاتلین فرقی نداره، با هر کدومش بیاید وارد شرکت میشید، هر کدوم بلد باشید اون یکی رو یاد میدن بهتون یا فرصت میدن که آقا برید این مطالب رو بخون و بیا شروع کن کد بزن. ولی خب جاوا هم تقریبا همون حرف سید دیگه، اینجا جاوا زبون اول بکنده و من حدودا 2 سال میشه که دیگه تمرکزم روی اندروید به شکل خاص نیست. الان شاید سی پلاس پلاس و جاوا بیشتر، خیلی خیلی بیشتر. کاتلین من خیلی کم کار کردم، خیلی کم، یعنی مثلا خیلی وقتا الان مثلا کدایی که بچه‌ها تو گروه میذارن رو میخونم، برام جالب ببینم ای مثلا این چی کار میکنه، برام ببینم این کاتلین چیه. در این حد کم کار کردم کاتلین. کیوان تو ژاپن چی؟ اینجا حالا یه شاید دیگه هم متفاوت باشه، کاتلین خیلی استفاده میشه، اندروید 100% کاتلین هست. ما یه بخش کد بیس پروژمون جاوا بود، اونم داریم آب میکشیم کاتلینش میکنیم. بکند به طور خاص جاوا بود، خیلی سویش کردن بکندم روی کاتلین، طوری که الان کد بکندی که حالا من بیشتر باشون در تماس بودم همه کاتلین هستن. حالا داریم تلاشی هم میکنیم iOS developer هم هول بدیم سمت کاتلین، بلکه هم یه مولتی پلتفرمی از سویش در بیاد. بسیار عالی. کیوان جان من یادم تو یه اوپن سورس کلندری داشتی، اینا این اوپن سورس ها فکر میکنی چقدر تاثیر داره توی جاب آفر یا همین تولید محتوا چقدر تاثیر داره؟ اول از همه که بگم کلن گیت هاب داشتن و حالا کد اوپن سورس داشتن ضرر نداره، مورد یکیش. چه تأثیری داره؟ گاهی اوقات فرق بین انتخاب یک کاندید هستش، نه به این صورت که حالا ما اکتیولی نگاه کنیم، این قابل درکه که بعضیا وقت ندارن نمیتونن کانتریبیوت کنن یا حالا وقتی نداشتن که واسه پروژه خودشون بذارن و قابل درکه که گیت هاب نداشته باشیم، ولی خیلی از کاندیداها هستن که مصاحبه انجام میشه، صحبت میشه، رانت ها میره جلو، ولی همیشه این سوال میمونه که این دیولوپر، این برنامه نویس در حالا روی پروژه چه کدی خواهد زد، و اونجاست که گیت هاب داشتن میتونه تفاوت بین استخدام شدن یا نشدن باشه. یه قانونی که اینجا دارن، شما اگه کسی میخواین استخدام کنید نمیتونید بهش تسک یا اساینمنت بدید مگه اینکه استخدام مستقیم شرکت باشه، و توی ژاپن چون خیلی از ایجنسی ها استفاده میکنن برای استخدام نیرو، اینه که خیلی اوقات نمیتونن به شما تسک یا اساینمنتی بدن که ببینن شما چطوری کد میزنید، و اینجاست که اوپن سورس خیلی میاد وسط. حتما اگه گیت هاب داشته باشید حتما چک میشه و یه اطمینان خاطری میده به اون مصاحبه کننده که این فرد لاقل این استانداردها رو در کد زدن داره. مرسی کیوان جان. سید جان تو چی تو نظری داری؟ لازم است کیوان تشکر کنم که صداش خوب کرد. برای ما هم تقریبا همینه، منتها تسک بهتون میدن، اینجا اینجوری نیست که نتونن تسک بهتون بدن، ولی خب اگر شما گیت هابتون خیلی خوب باشه، احتمال اینی که اصلا بیان با توجه اون گیت هاب یا با توجه اون حالا اصطلاحا پرسونال برندینگی روی لینکدین و توییتر از خودتون میکنید بیان ببرنتون، احتمال خیلی زیادیه، یعنی ارزش این گیتابو خیلی میبره بالا، حتی استک اوورفلو هم باید حتما تو این بازه بگنجه، یعنی کسایی که رتبه های خیلی بالا دارن
خیلی وقتا میان. برای ما که اندروید کار میکنیم کار ساده تره، چون اسلک و چنل های اسلک هم هست. خیلی نیرو، من میدونم حتی خود جت برینز از فعالیت توی اسلکش نیرو جذب کرده. این آقای هادی حریری که الان معروفه به توی جت برینز، خودش چندین بار گفته که من توی اومدم چندین بار جواب مردم رو دادم، جت برینز خوشش اومد منو گرفت. این نشون میده که خیلی با ارزش. اما خب اگه نداشته باشینم ضربه میزنه، اما نه اینکه بگیم دیگه هیچ شانسی ندارید. باید دیگه تو رزومه و توی مصاحبه خودتون رو بیشتر و خوبتر نشون بدید. آرش جان تو نظری داری؟ من فکر میکنم مجموع دو تا حرفی که زده شد دیگه بحث رو جمع میکنه، چون من چیزی برای گفتن هر دو تا کاملا درست برآوردش میشه چیزی که من میتونستم بگم. خب بین داشتن اپ و حالا گیتابه تأثیری هم داره؟ اپ داشتن خب توی رزومه بیار اپ این اپ رو داره، ولی خب مثلا تو گیتاب سورسی نداره، یعنی که نه حالا گیتاب داره ولی اپ نداره، اینش تأثیری میتونه داشته باشه؟ آره، وقتی که حالت مثلا اما اگر بیاد توی پروژه شما، توی پروسه استخدام شما، مثلا شما به فرض میگم بذار چند تا مورد بگم. مثلا من خودم وقتی که دارم یکی رو استخدام مثلا تو کمک میکنم برای مصاحبه کردن کسی، مثلا یه نفری میاد کار مثلا برنامه‌نویسی شو دارن تست میکنم، چند تا ازش آزمون میگیرم، مثلا میبینم که خیلی خوب شاید عمل نکرده، ولی به نظر میاد آدمی که شاید پتانسیل داره از خودش نشون میده، شاید اگه مثلا 10 دقیقه بیشتر وقت داشت میتونست مثلا کار بهتری بکنه. اون موقع است که میرم رزومه شو نگاه میکنم، میرم لینک لینکدین داره یا نه، لینک مثلا گیت هاب داره یا نه، میرم گیت هاب افت لینکدین که چک نمیکنم، گیت هابش نگاه میکنم ببینم چیزی داره اونجا برای اینکه بخوام من خودم از تو پروژه ها چیزی در بیارم. و یا شاید حتی عکسش، وقتی که ببینم یه نفری فوق العاده خوب عمل کرد، یعنی اصلا طرف مثلا یه مقدار عجیب غریب خوب عمل کرد، یعنی عجیب غریبی که مثلا ممکنه میگم وا نکنه اصلا سوال رو میدونسته، میرم نگاه میکنم ببینم که اصلا من چیزی از این آدم میتونم پیدا بکنم. مثلا یه دونه پروژه معمولی داره که مثلا سمپل اپلیکیشن اندروید، یا نه مثلا طرف چندین تا مثلا فورک داره دیولپ کرده برده جلوی، کامنت میذاره مثلا جواب میده، کتاب اکتیوی داره و دقیقاً. آره یعنی مستقیم نیست، خیلی مستقیم کمک میکنه. مرسی آقا جان.